همسر نسرین ستوده وکیل زندانی در ایران میگوید با آن که 20 روز از انتقال مجدد خانم ستوده به زندان اوین میگذرد اما وضعیت جسمی او کماکان نامناسب است رضا خندان در گفتگو با صدای آمریکا تاکید کرد که خانم ستوده حدود 20 روز پیش به اعتصاب غذای 45 روزه خود پایان داد و به زندان بازگردانده شد به گفته آقای خندان با آنکه کمیسیون پزشکی حاضر در بیمارستان گفته بود آزمایش آنژیوگرافی او باید هر چه سریعتر انجام شود اما تا کنون اقدامی صورت نگرفته و وضعیت جسمی خانم ستوده مناسب نیست آقای خندان افسود که همسرش پس از انتقال مجدد به زندان اوین به مدت دو هفته با همان وضعیت نامناسب جسمی در قرنطینه زندان اوین بوده و بعد از دو هفته نیز با انتقال مجدد به بند زنان به حال خود رها شده است. رضا خندان به صدای آمریکا گفت درست است که حال عمومی همسرش به خاطر شکستن اتصاب غذا بهتر شده اما ناراحتی قلبی و تنگی نفس همچنان باقی است. او نیازمند اعزام به بیمارستانی مطمئن است تا وضعیت سلامت او بار دیگر بررسی شود. پیشتر صدای آمریکا در گزارش اعلام کرده بود که نسرین ستوده که از تاریخ 21 مرداد در اعتراض به بی پاسخ ماندن کلیه مکاتبات او با مسئولان زندان، سازمان زندانها و همچنین مسئولان قوه قضایی در رابطه با حق و حقوق زندانیان، شرایط زیست زندانیان داخل زندان، ملاقات های حضوری مرخصی زندانیان و صدور احکام زندان طولانی مدت برای زندانیان سیاسی در زندان دست به اعتصاب غذا زده بود روز جمعه چهار مهرما به اعتصاب خود پایان داده است.